دوباره خوش آمدید. موضوعی که رویان بس می داشته باشیم در رابطه به نگرانی از تهدیدهای امنیتی در مسیر شاهراه و غزنی و اینکه منابع میگه که طالبان در بخش‌های شاهراه غزنی است بازرسی ایجاد کردند. در این مورد بیشتر صحبت می داشته باشیم با آقای خالقداد اکبری، عضو شورای ولایتی غزنی. آقای اکبری سلام، وقتتان بخیر، بسیار زود خوش آمدید به برنامه. قبل از اینکه در قسمت مسیر شاهراه غزنی ازتان سوال داشته باشیم، میشه در نخست در رابطه با وضعیت امنیتی ولایت غزنی بگین که فعلا در غزنی وضعیت امنیتی چگونه است؟ بسم الله الرحمن الرحیم، سلام به شما و مردم نجیب و شریف افغانستان، مخصوصا شهروندان ولایت غزنی. همون قسمی که حکومت محترم افغانستان کاملا در جریان قرار داره، نه تنها صدای ما بلکه تمام همکارای ما در شورای ولایتی و مردم غزنی در کل، جامعه مدنی همیشه فریادش به حکومت مرکزی ای بوده که تشکیل که اینا به ولایت غزنی داده، یعنی او تشکیل به هیچ گونه کفایت مشکلات ولایت غزنی رو نمی کنه. به همون اساس ما تلاش کردیم که در حکومت مرکزی فریاد خود برسانیم، هم از طریق مطبوعات و هم از طریق مکاتب مختلف، ولی تا هنوز آنچه که ما منتظری از او بودیم و حکومت افغانستان باید با او عمل میکردن متاسفانه عملی نشده. با نیرویی که ما فعلا در ولایت غزنی در اختیار خود داریم، فکر میکنم که همین دو سه ماهی که برای تجدید قوا، برای آمادگی کامل نیروهای امنیتی و رزمی ما باید گرفته میشد، تا هنوز متاسفانه حکومت مرکزی اقدام نکردن و اگر چنین وضعیت ادامه پیدا کنه، ممکن است در فصل بهار مشکلات مردم غزنی و حکومت محلی غزنی بیشتر شود. ما به این پیمانه فعلا مشکل داریم که اطراف شهر هر شب متاسفانه گواهی جنگ است. شاهراه های نمبر یک و نمبر دوی ما متاسفانه دچار مشکل شده. در هر مسیری که شما حرکت میکنین، از غزنی به طرف کابل، از غزنی به طرف پکتیا و از غزنی به طرف قندهار یا ولسوالی های جاغوری و مالستان و نهور، همه در اختیار طالب و چک پوینت های طالب ها در اونجا افراز شده. ولی حکومت به دلایلی که هم ما میدانیم و هم خود حکومت متوجه هست، به خاطر عدم تشکیل کافی نمیتونن در تمام نقاط اینا حاکمیت داشته باشد و از تمام مسیری مربوطه خود که به ولایت های زابول و به ولایت های پکتیا همچنان به ولایت میدانورده ختم میشه، اینا خوبتر حراست بتانه. و باز هم اشاره میکنم اگر حکومت مرکزی در قسمت آقای اکبری، شما یادآوری کردین، گفتین که تلاش صورت گرفته در قسمت از اینکه باید صدای مردم به حکومت مرکزی برسانین از طریق رسانه و مطبوعات و همچنان شما بارها از مشکلات امنیتی ولایت غزنی یادآوری کردین، مشکلات مردم با حکومت مرکزی شریک ساختین. پاسخ حکومت مرکزی در قسمت تامین امنیت ولایت غزنی چی بوده؟ چی گفتن در این مورد؟ ما متاسفانه با مراجعه های پی در پی و با فریاد های پی در پی که در طول سالهای سال داشتیم در ارتباط با وضعیت امنیتی غزنی، حکومت مرکزی جز به وعده ها هنوز جامعه عمل نپوشیده. هر بار که ما مراجعه کردیم، اینا کاسه داختر از آش، یعنی اینا خوبتر و قویتر خود را از ما کرده، دلجوستر تلقی کرده به مردم غزنی و حکومت محلی غزنی. ولی آنچه ما باید عملا ببینیم نتایجش و نتایج برای مردم غزنی ملموس باشه، متاسفانه هنوز عملی نشده. باز هم متشکر میکنم از وزیر محترم. آقای اکبری، حکومت محلی چی میگن در این قسمت؟ حکومت محلی پول ارتباط ما پوزیش میخوایم. در بعضی از مشکلات های ما وزارت محترم دفاع تلاش کردن که اینا توسط حملات هوایی تا حدود بعضی از اقدامات دشمن اینا عقب بزنن، و الا نیروهای زمینی ما، نه این که ما شکایت از نیروهای زمینی داشته باشیم، از نیروهای اردوی ملی، پلیس ملی و امنیت ملی داشته باشیم، جا داره که از تک تک سربازان و افسرانی که در صفوف سیگانه امنیتی ما تلاش میکنن، زحمت میکشن شب و روز به خاطر تامین امنیت، از اونها تقدیر و تشکر کنیم. ولی به خاطر جغرافیای پیچیده غزنی و به خاطر اهمیت غزنی برای دشمن، اگر اینا توجهی جدی نکنن، هر روز مشکل ما هم بیشتر و فریاد ما هم بیشتر خواهد شد. درست.
آخو یک برای شما مشکلات با حکومت محلی هم البته مشکلات امنیتی مردم و صدای مردم حکومت محلی که پل ارتباط میان مردم و حکومت مرکزی هست، حکومت محلی در این قسمت چی میگه؟ صرف در حد همی وعده هست یا اینکه تا حال در این قسمت در قسمت تامین امنیت تا جای عملی هم شده؟ ما با وضاحت و با جرأت این موضوع را مطرح میتانیم که از حکومت محلی غزنی کرده وکلای شورای ولایتی خوبتر فریاد کرده و خوبتر فریاد میکنه، نه به اونانی که ما از والی و از کماندان یا رئیس امنیت شکایت داشته باشیم. اونا مامور هستند، مامور معذور هستند، اونا مشکلات خود را در قالب یک مکتوب تنظیم میکنند از شورای نظامی، بعد اونا را میفرستند به شورای امنیت و وزارتخانه های مربوطه خود. اما ای که عمل میکنند یا نمیکنند، حکومت مرکزی، اونا حکومت مرکزی را ملزم نمیتونن که حتما این کار را باید شما انجام بدین، ولی متاسفانه حکومت مرکزی هم در قبال خواستهای شخصی ارگانهای مربوطه امنیتی ما و هم در مقابل خواستهای نماینده های مردم هنوز فقط به بله گفتن و به تأسف خوردن که بله مشکلات غزنی زیاد هستن، ما متاسف هستیم، اینا اکتفا کردن. ولی اون نیرویی که برای غزنی برای دائم داده شده، او پسته ها و بیزه هایی که در مسیر راه هایی که ما منتظر امنیت از او هستیم افراز شود، متاسفانه هنوز ما ندیدیم در ولایت غزنی که حکومت مرکزی توجه کرده باشد. فعلی حاضر بسیار مشکل است که در یک ایتو شرایطی که ما امکانات بسیار ناچیز در اختیار داشته باشیم، ما از حکومت محلی غزنی شکایت داشته باشیم. این لازم هم نیست و بجا هم نیست و منصفانه هم نیست. فعلی حاضر حکومت مرکزی در تمام مشکلات هایی که در آینده به بار می آید و امیل حضره که ما خدمت شما صحبت میکنیم، طالبا برای ولسواله های امن ولایت غزنی که ولسواله های جاغوری و مالستان و ناهور باشد، اینا رسما اخطار دادن و مسیر راه های که منتهی میشه به ولسواله جاغوری و مالستان متاسفانه در حدود 10 روز یا 12 روز میشه که کاملا مسدود هست و اخطار طالبا برای مردم جاغوری و مالستانی هست که یا بیاین تسلیم شوین و یا همراه بالای شما مسدود هست. خب اینجا مشکل مردم چی هست؟ مردم در اقبال چی کار میتونه؟ زمانی که ما میخواییم از حکومت، حکومت متاسفانه در مقابل خواسته های مردم ما پاسخگو نیست، در مقابل خواسته های نماینده های مردم پاسخگو نیست، در مقابل خواسته های حکومت محلی غزنی اینا پاسخگو نیست. ولی اگر از طرف دیگر مردم با امو پالیسی های منطقه‌ای خود اینا در ارتباط شوند با مناطق دیگر، متاسفانه او را هم میمانند نامش اجند طالب. فلهازا سرنوشت مردم ما مبهم هست. مردم ما در این وضعیتی قرار دارد به هیچ عنوان اینا یک تصمیم واقعی و تصمیم قطعی را گرفته نمیتونند. و از طرف دیگر اگر مردم ما یک ضرور مسئله افغانی ما و شما هست که میگه اگر به تنگ آمدی به جنگ میایی، مردم ما اگر مجبور شود با اینا مقابله کنند، بعد باز هم اینا تلاش میکنند که دوباره او را جنگ طالب با حکومت نام نمانند، جنگ مردم یا جنگ شیعه و سنی یا جنگ هزاره با پشتون نامگذاری کنند. فلهذا ما در یک وضعیتی به سر میبریم. امیدوار هستیم که حکومت مرکزی، مخصوصا جناب رئیس جمهور، شورای محترم امنیتی ملی، وزرای دفاع و وزرای داخله و رئیس محترم امنیتی ملی در این قسمت صدای مردم ما را بشنود، فریاد مردم ما را بشنود، اینا خوبتر و بهترتر توجه کند. اگر وضعیت چنین ادامه پیدا کند، مردم ما مجبور هست که راه خود از طریق پالیسی های مردمی و گفتگوهایی که در بین افغان ها رسم و رواج هستند اینا ادامه بدن و مشکل خود را حل کنند. در اون قسمت باز مردم ما یا نماینده های مردم ما مسئول نخواهد بود. درست. آقای یکبری، پیش از اینکه بیاییم این که مشخص کدام ولسوالی ها نبرد جریان داره و به هر روز شاهد ناامنی هستن، مردم در وضعیت بد قرار دارن، سوالی که میخوام بپرسم این است که منابع میگن که طالبان در بخش های شاهراه غزنی ایست بازرسی ایجاد کردن، در صورتی که اگر چنین هست نیروهای امنیتی مصروف چی هستن؟ ما همین موضوع رو میخوایم خدمت شما مطرح کنیم و پیشتر هم خدمت شما اشاره کردیم. موتورهایی که از مسیر شاهراه نمبر 1 به طرف پکتیا و پکتیکا و موتورهایی که از یا مسافرینی که از مسیر قندار به طرف غزنی در حرکت هستند، اینا کاملا گمرک دارند در ولسوالی قره‌باغ
که تمام موترهای مسافربری و باربری، آنهایی که لازم هست که مسئول شود مسئول میشه و اونایی که لازم است گمرک شود گمرک میکنه طالبان، و از این قسمت یک پول هنگفت در اینا روزانه از ولسوالی قرباق به دست میاره، و از طرف دیگه ولسوالی های امنه که از مسیر قرباق عبور میکنه، مسیرش از دشت قرباق کاملا به خاطر تهدید طالبان کاملا مسدود شده، و آخرین پیام طالبان بر مردم جاغوری و مالستان این هست که یا بیاین تسلیم شوین و یا همراه بالای شما مسدود هست، و حکومت متاسفانه در این قسمت تا حالا خاموشی اختیار کرده، و اگر خاموشی هم اختیار نکرده معلوم است که زورش نمیکشه. از هر لحاظی که ما محاسبه کنیم، مسئولیت برمیگرده به حکومت مرکزی. حکومت مرکزی در هر صورت مسئولیت تامین امنیت مردم را به عهده داره و در این قسمت باید عمل کنه که متاسفانه تا حالا عمل نکرده. درست. آخو یک بری میم سر سوالی که کدام ولسوالی ها فعلا در ولایت غزنی نبرد در اونجا جریان داره، شدت حملات گروه های طالبان اونجا بیشتر است و مردم در وضعیت بد امنیتی به سر میبرن؟ متاسفانه ما ولسوالی های اجیرستان، ولسوالی های زنخان، ولسوالی جیغتو، همچنان ولسوالی واغس و ولسوالی گرو و آبن و ولسوالی های ناور، اینا را اصلا ما در اختیار نداریم. این ولسوالی های هستن که تشکیل از اینا ختم شده آمده به دروازه های شهر غزنی و به کمربندی های شهر غزنی. ولسوالی رشیدان که از یادم رفت، تنها ولسوالی اندر و ولسوالی گیلان و مقور و قرباغ، اینا ولسوالی های هستن که در مسیر شاهراه نمبر یک و نمبر دو قرار گرفته، و ما فقط اینجا چند تا پوسته داریم که همین پوست هم از طریق هوا اکمال میشه. و وضعیتی که فعلا ما در غزنی داریم، این وضعیت بگونه ای نیست که قماندان امنیت یا والی ولایت یا رئیس امنیت یا قماندان لوا جاگوی از این مسئله باشد. باز هم خدمت شما اشاره میکنیم که با جغرافیای پیچیده که ولایت غزنی داره و از نگاه سوقل جیشی یک اهمیت بسیار بالای برای طالبان داره، همیشه تمرکز طالبان بر این بوده که غزنی تحت فشار قرار بگیره، و هر شب ما در هر ولسوالی که در اونجا مراکز ولسوالی در اختیار حکومت هست که ما خدمت شما هم اشاره کردیم، جنگ ها و نبرد های بعضا شدید و بعضا پراکنده جریان داره، و در این قسمت حکومت مرکزی آخرین تلاش خود باید به خرج بده تا مشکل مردم ما را از طریق تکمیل نیرو حل بسازد. درست. آقای یکبری، شما چند ولسوالی را یادآوری کردین که از طرف گروه طالبان حتی به مردم از اونجا اخطار داده شده. مردم ولایت غزنی به خصوص ولسوالی هایی که یاد کردین ناامنی بیشتر است و حتی از طرف گروه طالبان اخطار داده میشه به مردم، مردم چقدر همکار هستن با نیروهای امنیتی به خاطر تامین امنیت این ولسوالی های خود؟ مردم در غزنی کاملا از حکومت حمایت کرده، در طول 18 سال گذشته حمایت میکنن، حمایت خواهد کردن، ولی این حکومت هست که در مقابل خواسته های مردم، در مقابل مشکلات مردم تا حال اینا کوتاهی کردن. اگر وضعیت چنین ادامه پیدا کنه، ما مطمئن به این هستیم که مردم ناامیدیش از حکومت بیشتر میشه، ولی قربانی که مردم غزنی تا حال داده، مشکلاتی که مردم غزنی تا حال با او دست و پنجه نرم میکند، همه مزدهایی هست که به خاطر دفاع از حکومت و به خاطر دفاع از قانون اساسی، به خاطر دفاع از پرچم سیرنگ افغانستان، مردم غزنی متاسفانه پرداخت میکنند، و این حکومت هست که گوش شنوا نداره و در قبال مشکلات مردم ما فقط با فرستادن یک هیئت در مرکز شهر و یک بررسی سمبولیک از وضعیت امنیتی که هیچ گونه نتیجه ملموس را ما تا حال احساس نکردیم. مسیر راه های ما بسته هست، در داخل شهر مشکلات های ترور و تروربازی ادامه داره، و اگه تو وضعیت ما دست و پنجه نرم میکنیم، ولی حکومت با یک تاسف خوردن، با یک پیامی اینا میخواد تمام مسئولیت خود حل بسازه در قبال مردم غزنی. درست. آقای یکبری، میشه در قسمت جرایم جنایی هم نظرتان داشته باشیم؟ در کابل هم و در سایر ولایت دیده میشه که بر علاوه که وضعیت هم البته وضعیت امنیتی وخیم است، در قسمت جرایم جنایی هم مشکلاتی وجود داره. در ولایت غزنی از لحاظ جرایم جنایی چگونه هست؟ خب ولایت غزنی هم مستثنا از افغانستان یا مستثنا از ولایت های همجوار نیست. ما مشکلات های جنایی را داریم، اما با او پیمانه که فعلا
مشکلات های کلان امنیتی که او جنگ با طالب باشد مردم ما از اون ناحیه رنج میبره، در قسمت مشکلات های جنایی مردم ما کمتر مواجه هست، به خاطر که مردم بیشتر با حکومت همکار هستند و در اکثر از موارد مشکلات جنایی که به وجود میاد در او قسمت گرفتاری یا در قسمت تشخیص افراد که مشکلات جنایی به بار میاره مردم با حکومت همکار هستند. به اول لحاظ فعلا مردم ما از حکومت مرکزی و از حکومت محلی نه نان میخواهد، نه پول میخواهد، نه امکانات دیگر میخواهد، نه کار میخواهد، هیچی نمیخواهد، فقط مردم ما تشنه امنیت هست. امیدوار هستیم که خداوند یک صلح پایدار در افغانستان بیاره انشاءالله. درست آقای یکبری، در قسمت تامین امنیت بیشتر و همچنان کاهش جرایم جنایی نهادهای امنیتی برنامه میثاق امنیتی را براه انداختند. آیا این برنامه در ولایت غزنی آغاز شده و چقدر تانسته تا جای مفید باشه؟ متاسفانه برمیگردیم به مو صحبت اول خود که صحبت هایم تقریبا هر بار تکراری میشه، حکومت تا زمانی که در قسمت تجهیز و قسمت اکمالات و ازدیاد نیرو اینا توجه نکنن، صرفا در شعار و میثاق امنیتی یا هر لقب دیگه را که شما سر زو بمانین، هیچ مشکل مردم ما و هیچ درد ما را دوا نمیکنن متاسفانه. درست. بر علاوه گروه طالبان، فعالیت گروه داعش هم در ولایت دیده میشه؟ داعش نه از امسال، بلکه سالهای گذشته در ولسوالی های ولایت غزنی، در بخشی از ولسوالی ناوه و گیرو، ولسوالی اندر متاسفانه جریان داشتن و ما به این نظر هستیم او طالبایی که در سایه جنگ و ناامنی صاحب نان شدن، صاحب پول شدن، صاحب امکانات شدن، بر رفای زندگی خود خوبتر رسیدگی کردن، اونها کفایت میکنن که فقط پرچم سفید و سیاه تبدیل کنن و اینا مطمئن هستیم که روز به روز با وضعیت که ما فعلا با او روبرو هستیم زیر پرچم سیاه اینا بیشتر خواهد جمع شدن. درست. تشکر. سلامت باشین. سپاس از حضورتان در برنامه آقای اکبری. ممنونتان. سلام باشین.